Hala kapalı bir kutu bence. Benim için değil. پیام تبلیغاتی، اگه باور نمیکنی میتونی بخونی. معذرت میخوام، منو باور نمیکنی، دیگه بهم اعتماد نداری. حقم داری، خودم باعث شدم. ولی فکرتون هیچ وقت تو زندگی من نبوده، اصلا نبوده، الانم هیچکی نیست. تو زندگیم به جز پشیمونی و خجالت چیز دیگه نیست. معلومه لیلا خانم کیفش حسابی کوکه، انگار که خونه باباشه، خیلی راحت نشسته. چه بیمزه، ولی عصبی میشم. اون داره آماده میشه بچهشو تو امارت بزرگ کنه، منو پسرم ویلون رو سرگردونی. خب تو هم پیش مامانتی، زمستون یه جا، تابستون یه جا، دیگه چی میخوای؟ احساس سربار بودن میکنم، فرخونده برام خیلی سخته. میدونی وقتی زن یامان بودم چه زندگی متفاوتی داشتم؟ همه چیمو از دست دادم، همه چیمو. اون تمونده ایم که دستم مونده بود لیلا ازم گرفت، نمیدونم چی بهش بگم، هیچی برام نذاشت. دخترمونم تو این حیات بازی میکنه، هرچی به زایمان نزدیکتر میشیم هیجانم بیشتر میشه. داداش خیالت را زیر قولی که به لیلا دادم نمیزنم، خوشبختش میکنم، با آرامش کامل بچهشا تو این خونه بزرگ میکنم. تا وقتی که اون مرد تو زندگی تس امکان نداره. شوکت لطفاً حرفمو باور کن، مطمئن باش اون مشکل حل شده. از نظر من راهی که باش این همه بدهی رو صاف میکنه خودش جای نگرانی داره. بس دیگه، تا من پا میشم میرم دوباره برمیگردین سر همون حرفای قبلیتون. عزیزم من ناراحت نمیشم، داداشت حق داره نگران باشه، هر کاری میکنم باور نمیکنه. داداش جون یه خورده راجع به چیزای خوب حرف بزنیم باشه؟ حداقل دهنمونو با میوه شیرین کنیم. چی شده؟ این اونه؟ کی؟ ویسی، رئیس اوز، همون که گفته بودن یه شارلاتانه. بهت گفته بودم که اینا سراغ کارهای خلاف رفتن. ببین از ریخت و قیافه‌هاشون معلومه اینا آدمای درست حسابی نیستن. اوز زود برگشتی، اینجوری شد. شنیدم چجور فروشی داشتی. من فردا میخواستم بیام بدهیم و بهت پس بدم. احمق، از من میدوزی به من پس میدی؟ ولش کن، ولش کن. لیلا، لیلا تو بیا اینجا. وای زرن، همینجا جلوی چشمای زنت قیمه قیمت میکنم. تو کیو قیمه قیمه میکنی ها؟ کیو؟ بیا اینجا، بیا اینجا، بیا کنار ببینم. یه بار دیگه واسه من فیلم بازی کنی میزنم بیرون آوردت میکنم. تو بخفه شو. ول کنیم، زنگ میزنم به پلیس. آره زنگ بزن، بیان بیان شوهرتو وردارن ببرن. معلومشه داره چی کار میکنه، ببینم میتونه از زندان پاشو بذاره بیرون یا نه. لیلا تمومه، تموم، چیز غیر قابل حلی نیست. معلومه که حلش میکنی، هم پولیو که اضافه گرفتیو میدی، هم بدهیتو پس میدی.
فردا که اومدم پیشت راجبش حرف میزنیم. چیزی برای حرف زدن نیست. کل پولو ور میداری میاری. بهت اخطار داده بودم مزاحم خانوادم نشو. آره، اما داداش مجبور شده واسه بخشی. بسه، آدماتم جمع کنه برین از خونم گمشی بیرون. واسه تو جمع کن، فکر نه خودم با دستای خودم جونتو میگیرم. عقل باش. میام. آی جوزه گمشین، دیگم نه این توی خونه. پاتون از این در تو بذارین به پلیس زنگ میزنم. هرچی میخواد بشه بشه. نگاه نکن، داره اینجا رو نگاه میکنه. حتما تو رو میشناسه. اگه شوکت رو میشناسه امکان نداره تو رو نشناسه. شوکت با اون مرد هیچ ارتباطی نداره. خب این مرد برای چی اومد، برای چی رفت؟ باز فرار نکن، بشینیم درست حسابی حرف بزنیم. زندگی تو اینجوری میخوای ادامه بدی؟ هر لحظه با ترس زندان رفتن میخوای زندگی کنی؟ من دارم سعی میکنم از دست اونا خلاص شم. خب قرض تو میخوای پس بدی، برای چی پس میزنه؟ به چی اعتراض داره این؟ زمین رو به قیمت پول خودش به علاوه مبلغ بدهیم به اون فروختم. خب پولشو بگیره گورشو گم کنه دیگه. خیلی خب باشه، باش حرف میزنم. باش حرف بزن و قطع رابطه کن. دیگه هم سراغه هیچ کدوممون نیاد. مغازه بابام هم رفته. این مرده تو رو ول نمی کنه. از من گفتن. نه، پولشو میگیره و این قضیه تموم میشه. الان اینجوری میگی؟ لیلا، اون مرد تا حالا خیلی به دردمون خورده. زیر سایه اون تونستیم همه چی از نو بسازیم، میدونی؟ من دیگه نمیخوام. اگه این کارا نبود من تو 10 سالم نمیتونستم اون پولو به دست بیارم. نمیخوام. باید بذاریش کنار. نباید بچه من تو کثافت کاری به دنیا بیاد. لیلا تو هم خیلی بزرگش کردی ها. تمومه. بهت گفتم حلش میکنم و حلش میکنم. اصلا همین امشب کارو تموم میکنم که هرچه زودتر خیالت راحت شه. الان میرم باشون حرف میزنم. تو هر آشغالدونی که میخوای دست و پا بزن، برام مهم نیست. ولی اگه خواهرم ضربه ای بخوره خودم میکشمت. بهت قول میدم حلش میکنم. لطفاً لیلا رو تنها نذار. اوز امشب تمومش میکنم، نگران نباش. مواظب خودت باش. همشون تفنگ دارن، یه چیزی میشه؟ نه هیچی نمیشه. حرف میزنه و بر میگرده، نگران نباش. اه اینم که اینجاست؟ دروغ گفته، کثافت. گفته بود چند روز خارج از شهر میمونم. اینا با شوکت هم آشتی کردن؟ الان اوز پول داره، معلومه که آشتی میکنن. هر کسی یه قیمتی داره. آدم ضعیفی مثل شوکت چجوری جلوی پول مقاومت کنه؟ داداش من خیلی نگرانم. اینا یه بلای سر عوض میارن. من به پلیس خبر میدم. شنیده که اون مردی که چی گفت؟ کارو سخترش نکن. شاید واقعا حل کرد و اومد. انشالله.
برای سپتامبر برنامه ریخته بودین، الان جولای شده، خیلی هم بهتره. بله، از بهارم استفاده میکنیم. مردم از الان دارن رزرو میکنن. ماشاءالله ماشاءالله. دروغه، مگه دروغه؟ نزن. این بخال دستیمون یه دیوونه تمام عیار. کلن با آژانس‌های خارج کشور میخواین کار کنی؟ این بهار بله. سال آینده با تمام ظرفیت هم داخلی هم خارجی همه. خفشو خفشو زنی که یک کسف هست. هر شب همین برنامه است. بسه دیگه. شما هم میاین. تمام بهار یه اتاق به اسم شما هست. چی میگین؟ مگه همچین چیزی میشه؟ منم نمیتونم مغازه رو ببندم و جایی برم. ای بابا، نمیگیم که کل بهار مغازه رو ببندین. مامان با عیشه میره، شما هم هر از گاهی میره بهشون سر میزنی. آخر هفته ها دیگه. مگه نمیشنوی چی میگم؟ دو هفته دیگه ما میریم هتل رو تحویل بگیریم. تو هم میری؟ بله. بیا اینجا، بهت میگم بیا اینجا. من تو رو میکشمت. زنی که یه نفر این دستش قلم شه شالا. علی رضا وایسا. بابا علی رضا تو چی غلط نکن. صبر کنید. میکشمت عوضی. میکشمت. بابا صبر کنید، به پلیس زنگ میزنید. آی خدا خیرتون بده، والا ما میترسیدیم بریم در خونشون. نمیشه که جونم، مگه میشه دست رو زن بلند کرد؟ در بزن، در بزن، مش بزن. بفرمایید. آقای محترم کارتون خیلی زشته. چی کار کردم؟ زشته، گناه داره. اینجوری که نمیشه یه مرد دست رو زن بلند نمی کنه. هر شب ما خسته شدیم، شما خسته نشدین؟ به خدا میخواییم زنگ بزنیم به پلیس. ببخشید ولی سوء تفاهم شده. من و خانومم داریم فیلم نگاه میکنیم. انگار یکم صدای تلویزیون رو زیاد بلند کردیم. چه اینطور؟ ممکنه خانومتون رو ببینم، اونم به همون بگه که داریم فیلم نگاه میکنیم. ای به شما چه؟ بین زن و شوهر گاهی این چیزا پیش میاد، شما دخالت نکنین. آقای محترم این که گاهی نیست، شما دارین خانومتون رو شکنجه میکنین، این قابل گذشت نیست. بارو ببینم حوصله‌ت ندارم. این رسماً دیوونه است. خجالت نمیکشه، میگه داریم فیلم میبینی. اگه یه بار دیگه تکرار کنه به پلیس زنگ میزنم. بیاین دیگه. هرچی باشه حداقل صداش کم شد. این مرد آدم نرمالی نیست. روانیه، خودشون کتکا رو بخوره ببینیم حالش چطور میشه. این بیابرو رو ببین، انسان نیست. حالا که میگین هر شب همین برنامه است، چرا زنش شکایت نمیکنه؟ بیچاره رو بد جور ترسونده. خدا میدونه چه جوری میترسوندش. شایدم نمیدونه باید چی کار کنه. فردا از لای در شماره تلفن اورژانس مشکلات خانوادگی رو بندازین تو. میگن که بذارین تو دستش. بزنه راهو نشون بده مامان. آخه من از کجا شماره تلفن اورژانس مشکلات خانوادگی رو بدونم؟ من از تو اینترنت نگاه میکنم براتون مینویسم. نورتن بلند شو. بلند شو، اعصابمو خرد نکن. پاشو ببینم. پاشو میکشمت. زنه رو کشت. کمک کنید، کمک کنید. ای وای عایشه، تو نیا. عایشه نیا، یا تو رو خدا کمک کنید. تکون نمیخوره. نورتن، نورتن تو رو خدا یه کاری بکنه. بکش کنم. ای وای خدای من. آب بیار، الکل بیار. نورتن خانم، نورتن خانم. نفس میکشه. بلندش کن، پاشو بلند کن. بیچاره به چه حالی افتاده؟ درو بستم برگشتم افتاد. حرف نزن، الکل بیا. باشه باشه، حالا میارم. نورتن خانم، نورتن خانم. دخترم ما اینجاییم، نترس. خدایا، خدایا صد هزار مرتبه شکرت. داری شکر میکنی که قاتل نشدی خدا نشناس؟ آره، داد بزنید و بلند گریه کنید. باشه دخترم، باشه. نورتنم منو ناراحت نکن. دستتون درد میکنه؟ من فوری ببرمش بیمارستان. به نظر من شکسته. حتما وقتی افتاده یه طوری شده. برو گمش از اینجا مردی که. من برم سویچ رو بیارم. نورتن خانم،
نورتن خانم بیان کمک کنیم. بیان. آرومتر آروم. چیزیم نیست. گفتم بیا اینجا نورتن. بهت گفتم بیا اینجا وگرنه دیگه نمیتونی بیای تو. بهتر که نیاد تو. از این به بعد فکر بلایی که سریع میاد باش. الان بدتر میشه. از این به بعد نمیتونه هیچ کاری با شما بکنه. بیا بیا دخترم. من دیگه نمیام. عایشه تنها نمونه. خدا ازتون راضی باشه، وگرنه این مرده نمیذاشتنش بره بیمارستان. آره والا به خدا روانیه. خدا خودش بچه همون از شر همچین مردایی حفظ کنه. آمین. خیلی خوب. خدا حافظ. بریم تو. پاشو دخترم، پاشو میزو جمع کنی. مبارک باشه دخترم. انشالله انشالله عزیزم. خیلی میبوسمت. بازم مامانتو صدا کنم؟ ما حرف زدیم دیگه قطع کن. باشه دخترم. به امیرم سلام برسون. مواظب خودتون باشین. میبوسمتون. الو الو. شب بخیر خانم. با نگیر خانم دارم صحبت میکنم. بله بفرمایی. من بورا طاهر اغلو هستم، پدر امیر سرکار خانم. آه شب بخیر. بابای امیره. بفرمایین آقا. ببخشین که بد موقع مزاحم شدم، ولی تا من و خانومم خبرو شنیدیم نتونستیم صبر کنیم، گفتیم یه زنگی بزنیم عرض ادب بکنیم. ممنون، خیلی خوشحال شدم. ما هم همینطور خانوم. امیر اونقدر از صدف جان تعریف کرد که ما دخترتون رو ندیده عاشقش شدیم، مثل دختر خودمونه. ممنون. بده منم حرف بزنم. انشالله در اولین فرصت هم دیگر رو میبینیم و بیشتر آشنا میشیم. ایشالله منتظرتون هستم. منتظرتونیم. الان خانومم هم میخواد با شما آشنا بشه و صداتونم بشنوه. من گوشی رو بدم به بهریه خانوم، شما هم آشناشین. بله خیلی هم خوشحال میشم. به همسرتونم از طرف من سلام مخصوص برسونین. متشکرم. خیلی خوب، شبتون بخیر. بگیر عزیزم. کم مونده بود پشت تلفن خواستگاری کنی ها. تو رو خدا ببینش. چطوری نایه خانم جان؟ خیلی ممنونم عزیزم. شما چطوری؟ ما هم خیلی خوشحالیم. داداشش که رفت، الان هم دیگه نوبت امیره. ایشالله که خیر باشه. نایر خان جون، من نمیخوام بی خودی دست دست کنیم و فاصله بیفته. میخوام زودتر همدیگر ببینیم و آشناشیم. بله هر وقت که شما بگی. ما خانوادگی عجولی، یعنی مثلا میشه هفته آینده بیایم دیدنتون؟ بله چرا که نه، قدم رنجه میفرمایی. چهارشنبه خوبه؟ آقامونم تو استانبول یه سری کار داره. منم باهاشون میام ببینمتون. حتما چهارشنبه خوبه، مگه نه احمد میان خونه ای ما. آره آره خوبه، تو بگو. اگه خدا قسمت کنه برای امر خیر میایم. میایم که صدف جونو از شما خواستگاری کنه. شما هم دیگه از الان فکراتونو بکنید. حالا کی پای تلفن دختر خواستگاری کرد، تو یا من؟ من که گفتم ماها عجولیم. هرچی به ذهنمون میاد پلی سر زبونمونه. چقدر خوب. آره دیگه، دیگه مزاحمتون نشم. آخر شبی هم که مزاحم شدیم. اختیار داری. به همسر محترمتونم خیلی سلام برسونید. احمد، احمد. آهان، احمد آقا، به احمد آقا. ممنون خانم، ایشونم سلام دارن. سلام برسون. پس شبتون بخیر. خیلی خوشحال شدم. چهارشنبه میبینمتون. منتظرتون هستیم خانم. خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر. سلام برسونید.
دارن میان خواستگاری صدف. به سلامتی. آی چقدر زود همه چیز اتفاق میفته. دخترم داره میره. ای بابا معلومه که باید بره. میخوای ترشیش بندازی؟ من که دلم نمیاد. چهارشنبه میان؟ آره آدم های خیلی صمیمی هستن، مثل پسرشون سادن. معلومه آی زن همچین بلند بلند میخنده. ایشالله که آدم های خوبی هست. حالا باید بیان ببینیمشون دیگه. به صدفم خبر بدم. ای بابا بذار بچه ها راحت باشن. این چندمین تلفنه. حالا بهش میگی دیگه. حالا بذار زنگ بزنم. جواب نمیده. دارن حرف میزنن. گذاشته رو سایلند. شادم تو ماشین مونده. چیزی نیست، نگران نباش. منتظریم دیگه. هرچی باشه وقتی اومد تعریف میکنه. لیلا برو دست و صورتتو بشور. بشوری حالت بهتر میشه. برو از سم. به چیزای بد فکر نکن. پشو. بله میتاد خان. ببخشید مزاحم شدم، ولی بار فردا رو میخواستم بهت بگم. دارن بار میزنن. واقعا؟ این که خیلی خوبه. حدودا فردا ساعت 8 تموم میشه. فهمیدم. ببین یه موقع دیر نشه. 8 برو بندر. باشه باشه، مطمئن باش قبل 8 اونجا. ممنونم، خیلی مردی. تو چیکار کردی؟ بهتره نپرسی. چی شده؟ اوز زود اومد. وقتی با لیلا اومدیم اینجا خونه بود. بهتره دیگه زیاد طولش ندم. من هرچی لازم بوده بهش گفتم. یعنی رو در رو با هم حرف زدیم؟ آره بابا، ویسی آدماشم با خودش آورده بود. خب ببین اینا بد جوری به هم ریختن. دیگه واقعا نمیدونم چه کارایی ممکنه بکنه. این ویس خیلی عصبانی اومد، یقه اوزو گرفت چسبون به دیوار. ای بابا الان کجایی؟ پیش لیلا. اوز پشمنده اونا پشت رفت باشون حرف بزن. هنوز نیومده. به لیلا حرفی نمیزنم که نگران نشه، ولی این ویسی آدمی نیست که بشه از دستش راحت خلاص شد. از من گفتم، من به فکر خواهرم هستم. بچه بیچارش گناه داره. بهتره من برم، بعدا صحبت میکنیم. من فردا صبح کارا رو ردیف میکنم، بعدش میام شرکت. باشه، اگه خبری شد به منم خبر بده، نگران شدم. باشه باشه حتما. مراقب باش. لیلا جان گریه نکن. باشه داداش باشه. من خود دراز میکشم، کمرم درد گرفته. باشه جونم، خودشم بیاد میاد پیشت دیگه. تو برو استراحت کن. پشو. اوف.
عبده نیست؟ میتونم یکم از کامپیوترت استفاده کنم؟ بله، چی کار میخوای بکنی؟ میخوام سایت بیمارستان رو ببینم، لیست دکترها رو چک کنم. چی شده؟ نکنه مریض شدی؟ نه، ولی باید کمک بگیرم. میری پیش روانشناس؟ ببین چی به سرم اومد. برای اینکه یه تصمیمی بگیرم که به نفع هممون باشه باید کمک بگیرم. اینجا باید بنویسم دیگه نه؟ بله، کار خیلی خوبی میکنی، این خودش یه قدم بزرگه. خدا میدونه یه قدم به سمت چی. تحویل بگی، همینو میخواستی من؟ نه، دختره رو دیوونه کردی، صدقه سر تو عقلش از دست داد. مامان لطفاً تنهام بذار. من با کی دارم حرف میزنم؟ فکرت این دکتر اون دکتر دنبال درمون دردشه؟ اونجوری منو نگاه نکن، یه کاری با کنزله داره از دست میره. روانشناس چیه داره میره پیش دکتر دیوونه های راهی پیدا کنه؟ مامان جان روانشناس دکتر دیوونه ها نیست. منو باش، برای من گنده گنده حرف نزن، میزنم لهت میکنم. زنه رو دیوونه کردی، الانم داری واسه من زبون میریزی. راستش منم باید برم، اون موقع که آدم با خودش حرف میزنه و جواب نمیگیره دیوونه میشه. اینم یه چیزی، خوشحال شدم. نه اینکه این عاقله، منو باش مدام با این حرف میزنم. ای وای بر من. آرومتر دخترم، مواظب باش. شما نمیایین؟ دیگه خیلی دیر شده، ما میریم دیگه. هر جور راحتین، شب بخیر. شب خدا بخیر. حافظ. خیلی ازتون ممنونم، خواهش میکنم. چراغ روشنه، نخوابیده؟ بهتر، منم باش دو کلمه حرف بزنم. آره، نه ترس، من حرف میزنم. آقا اورهان، آقا اورهان. خدا رو شکر، چطورین؟ بسه دیگه، در نزنین، برین گم شین. اورهان لطفا در رو باز کن. گم شو، این در دیگه برای تو باز نمیشه. آقا اورهان، حالا که پاتو از در گذاشتی بیرون دیگه نمیتونی بیای تو این خونه. گم شو برو، وگرنه میام قلم پاتو خورد میکنم. الهی صدات در نیاد. بیا دخترم، بیا، ناراحت نباش. بیا دخترم، بیا، تو کوچه که نمیتونی بمونی. به اندازه کافی بهتون زحمت دادم. بمون تو کوچه تا حالت جا بیاد. حالا نمیتونی تو این خونه برگردی، منم راد نمیدم. بیا بیا دخترم. بیا عزیزم. بفرما دخترم. آخ آخ آخ، برو خجالت نکش. آیشه خوابیده؟ خیلی وقت. چی شد؟ دکتر چی گفت؟ سرش بخیه خورد. ببینم. آخ آخ آخ، بشین دخترم. فقط یه چند تا جای زخمه. خوبه که جایید نشکسته. قرصی چیزی نداد؟ برای جاهای ضرب دیده پماد و مسکن داد. قرصاتو زود بخور، گرسنه ای؟ با معده خالی نخوری. سب کن الان برات سوپ گرم. نه نه نه، زحمت نکشین، خواهش میکنم. مگه میشه؟ این چه حرفی؟ الان آماده میکنم. برای چی شکایت نکرد؟ پلیس بیمارستان پیگیری میکرد دیگه. احمق دروغکی گفت از پله ها افتادم. زنه میترسه، فکر میکنه اگه شکایت کنه مرد بیشتر عصبانی میشه. زن بیچاره، چقدر بده که بازم مجبوره برگرده تو همون خونه.
خیلی خوشحال شدم. حالا ببین همه چی تو کمترین زمان حل میشه. اون موقعی که به هم زنگ زدی گفتی طبقه اولو ساختین، انقدر خوشحال شدم که نمیدونی. چون که برام خیلی مهمی. فقط تو بهم اعتماد کردی، یه یار بیشیل پیله. خدا ازتون راضی باشه. کاری نکردیم دخترم، راستش باید فکر بعد از اینش باشیم. میخواین به خانوادتون زنگ بزنین اونا هم اطلاع داشته باشن؟ کسو کاری نداری؟ آی دخترم. دارم، ولی بود و نبودشون یکیه. از اول اورهانو نخواستن، مامانم یه جوری قیامت به پا کرد، بابامم یه جوری دیگه، منم فرار کردم. اونا هم قید منو زدن، چند بار برای آشتی کردن رفتم ولی خونه رام ندادن. اونا گفتن که آبروی ما رو جلوی مردم بردی. واه 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 واه. بابا مادم خیلی خود مختاریه، همه میشناسنش، براش ارزش و احترام قائلن. بعد از یه مدتی دیگه نتونسته پاشو از خونه بذاره بیرون. خب تو هم که ازدواج کردی، این لجبازی دیگه برای چیه؟ ولی حق داشتن خیریه خانم، حتما فهمیده بودن چه جور مردیه. اورهان اصلا همچین آدمی نبود، اصلا منو خیلی دوست داره، ولی وقتی مشروب میخوره عوض میشه، مست نمیشه ولی یه آدم دیگه میشه. خب دخترم تو هم نظر بخوره. گوش نمیکنه که میدونه جاییم نداری بریم، میدونه باباییم که ازت حمایت بکنم نداری. آی عزیز دلم، هر طوری میخواد بشه بشه، آدم باید حامی و پشتیبان بچهش باشه، هر چی میخواد بشه. حالا دیگه بخوابین و استراحت کنین، فردا در موردش صحبت میکنیم، باشه؟ دخترم گریه نکن دیگه، ایشالله ختم به خیر میشه، شاید فردا عقلش اومد سر جاش، میشینیم باهاش حرف میزنیم. پاشو پاشو راحت برو بخواب. شب بخیر. شب بخیر. خیلی ممنونم ازتون.
خوابیدی؟ معذرت میخوام. انگار برای عذرخواهی خیلی فکر کردی. میدونم خیلی دلتو شکستم ولی بیرونم کردی. میشه رو کلمه ها زیاد حساس نشی؟ یعنی من اینجوری هم دیگه، یه لحظه عصبی میشم بعدشم فراموش میکنم. منم برعکس، بی جا حرف نمیزنم. حرفی که از دهنم بیرون میاد برای من خیلی مهمه. حالا که معذرت خواهی کردم داری حسابی کیف میکنی؟ آره نه، دارم سعی میکنم بفهمم. میگی من همچین آدمی هستم. من برای اینکه همدیگه رو بشناسیم ازت سوال کردم. ممکنه چیزایی باشه که نخوای بگی. ممکنه هنوز چیزایی باشه که اذیتت میکنه. ولی من برای شناختن تو دنبال فرصتم. باشه، معذرت میخوام. هر چی بپرسی جوابتو میدم. دیگه چیزی نمیپرسم. تو خودت اگه تعریف کنی گوش میدم. یعنی بازم همدیگه رو میبینی؟ منو بخشیدی؟ فردا میبینمت. راستش کاش الان میتونستی بیای. نه، نمیتونم بیام. فردا میبینمت. باشه، چی کار کنیم؟ منم تا فردا استراحت میکنم. به امید دیدار. خوابای خوب ببینی. البته اگه بتونم با این عذاب وجدان بخوابم. تو میخوابی. میبوسمت. منم همینطور. ساعت پیشو چی شده؟ ویسی رو کشتم. بالی هست که شاهین رو میبره پیش پادشاه، بالی هم هست که کلاغ رو میبره پیش مردار. اوز بنده یه حرص و طمع و پول و مال با زنجیر عجز و ناتوانی خودش خفه میشد. شاید بهم کمک کن. Hmm.